این برنامه از طرف انتخاب شهر برای منازل شما زیبایی و قشنگی می آورد. به نام خداوند پاک و به همتا و درود بر همگی شما عزیزان، تمنا می برم که در هر کجای هستین قلبتان مملو از خوشی ها و دلتان صحتمند باشه. بازم وقت برنامه خود شما رسیده و ما قیس نوابی هم در خدمت شما قرار گرفتیم. بازم من مهماندار هستم در این شب جمعه، یکی از جوانایی که شما با چهره از او آشنا هستین و دستاوردهای قابل محسوس هم داره، استاد وسیم کوبندی با ما در استودیو قرار داره. استاد شما را خوش آمدید میگم. تشکر، سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا و مهربان. اول تر از همه سلام و احترامات خواهد تقدیم شما نوابی صاحب عزیز و تمام گونده عزیزی که ما را از تلویزیون جهان نما ما را تماشا میکنن. آرزو دارم جور و سر حال باشید. تشکر، خوشحال هستیم که شما را در برنامه داریم. جوان با استعداد ماشاءالله. استاد، در ابتدا درباره دستاوردها و مدالایی که بعد از آوردی از جریان مسابقاتتان یاد کنین. من در مجموع 18 مسابقه دارم، 8 مسابقه پروفشنال دارم که هیچ باخت ندارم، در مسابقه پروفشنال و 10 مسابقه آماتور دارم. در 10 مسابقه آماتور 1 باخت دارم و فعلا هم مسابقات تا نمیش در افغانستان؟ بله، تمامش در افغانستان. در کدام سازمان ها مسابقه داشتیم؟ در سازمان FC و FFC و تمرینات ها در ابتدا نزدیکی آغاز کردید؟ تمرینات ما دیگه اول رشته پهلوانی بود تحت نظر استاد کریم حاجی‌زاده. من مدت 4 سال پهلوانی کار کردم. بسیار خوب. از پهلوانی تونم یاد کنین که چقدر دستاورد داشتید؟ در رشته پهلوانی هم 4 مسابقه کردیم، 1 باخت، 3 برد کردیم در جوانان، نوجوانان. و تعداد مسابقاتتان خو طبیعی که زیاد از شما هم یاد کردین. چقدر خاطره دارین از مسابقاتتان؟ چی خاطره جالب در ذهن دارین؟ مسابقات تمامش یک خاطره می باشه و یک خاطره بسیار جالب بود برای خودم. مسابقات پروفشنال بود بین 20 ولایت افغانستان بود، در ولایت سمت شمال در مزار شریف برگزار شده بود و اونجا حریف ما بود استاد مویتای بود، مویتای کار بود. همی اودار ازی بر ازی لاب می گرفت، دست پای کار می کرد و وقتی که داخل رنگ شد ما در مجای شده بودم تا مرا صدا می کردن و ای آمد میگه لالا میگه تشویش نکو حریفت، پرتاب داره، خلاص پهلوانی داره. بله. دست پایم رو اشکار کن و مرا در اینجا بسیار زورم داد، گفتم گوشا رو هم تزنم، گفتم گوشا به خاطر چیز، گفتم داخل رنگ باز مالو میشه. باز خوشبختانه مسابقه رو هم بردم دیگه. در میرون اول دقیقه اول کردیستم. بسیار خوب، بسیار خوب. از برنامه ورزشکاران یاد کنین که چون شما هم یکی از مربی های خوب ورزشی هستین در رشته MMA، کسایی که میخوان به ساعت خود تمرین کنن و کسایی هم حرفه‌ای تر، باید کدام ساعت ها باید تمریناتشان داشته باشن؟ خب ورزش تنها به مسابقه نمیشه. بله. از زمان دیگه به ساعت انسان مفید است و چند رقم ما داریم، یکی به خاطر مبارزه میخواد، یکی به خاطر ساعت و شکمایشان کلان هستند، وزنشان زیاد هستند. دیگه باز تمرینات از جان فرق داره. از این خاطر من پرسیدم که چه نفری که میخواد مبارزه کنه، با قهرمانی را پیدا کنه و بجنگه، و تمرینات از این فرق داره. او نفری که میخواد تناب سیات خود باز تمرین از این بخی جداگانه است. باز تایمایشان هم دیگه دم یک تایم میتونن، خب مگم تمرینات از این فرق داره. باز شما چند تایم روزانه تمریناتتون هم داشته باشید؟ من 4 تایم خودم تمرین میتونم و دم 4 تایم تمرینم میکنم. خاطر مسابقات هست، آمادگی دارم. و در کدام وزن مسابقه میکنید؟ در وزن 77 کیلوگرم. و در جریان ای که مسابقه میداشته باشیم وزن را کم میکنید؟ عریفم یک 2 کیلو کم است، 75 است، یک 2 کیلو خود کم میکنم برش. فعلا هم یک ماه میشه قرنطینه هستم تحت نظر استاد باز محمد مبارز، رئیس فدراسیون ورزش های رسمی افغانستان. بله. و میشه استاد درباره حریفتان هم یاد کنین که چقدر درباره از اون معلومات دارین، حریفتان از کجا هسته و چقدر دستاوردهاش بوده؟ حریفم بسیار یک فایتر خیلی عالیسته، خیلی یک فایتر نامدار است و مسابقه هم از طرف سازمان هاست. دو سازمان بین خود چلنج دادن و تا حالا ما برش چلنج ندادیم. آرزو دارم که برنامه ما رو ببینن. بله، انشاءالله که میبینن. یک
مسابقه دوستانه، یک رقابت سالم و چانس خوب برای شما میخوایم و بسیار خوب با شما و بعریفتان هم ما هم چانس خوب میخوایم. سلامت باشید. با امید از اینکه هر دویتان با آمادگی و با آرزویی که دارین برسین. میشه استاد از خاطری جالبتان که یاد کردین که شما ماشاءالله یکی از فایترهای خوب هستین و در جریان مسابقاتتان، تو کدام وقت شده که در میدان مبارزه رفته باشین و عریف شما دیده باشه شما را همین گوشای میدان را ماشاءالله وی تناسب اندام خوبه حاضر با مسابقه نشده باشه؟ تو نه خیر نه رقم نشده ترسیده باشه فاید نکنه و ایراز داشته خودگه چون مسابقه است میشناسن میبینن ما فایترها تمام ما یکی دیگه خودم میشناسیم کار کرده یکی دیگه را میفهمیم مسابقه طبعا در پلوی زندگی ورزشی تان مصروف کدام کارو هستی؟ مصروف دکانداری هم هستم، رخ فروشی میکنم. بسیار خوب. دیگر داخل منده دکان رخ فروشی دارم. در کجا؟ داخل منده. بله. لباس های مردان هست یا زنان؟ مردان هست. خیلی ما بیایم دیگه. ما در خدمت هستیم. ارزالتر میفروشی ساد یا لیق؟ نه نه بازدار شما در تخفیف میتیم. اگر شما موافق باشین در لحظات برنامه بریم با هم یک جا مسابقه نه یک هایلایت های از جان جونز یکی از قهرمان های سنگین وزن سازمان UFC است که تمام نکوتی هایش هستن با هم میریم میبینیم بعد ای که چقدر معلومات دارین درباره جان جونز درباره مسابقاتش از شما باز میشته. درست است. در ادامه برنامه قرار داریم مسابقه خیلی جالب است جان جونز مسابقاتش البته با هم دیدیم که جان جونز یکی از فایترهای سنگین وزن سازمان UFC می باشه که و در کنار از اینکه یکی از فایترهای خوب می باشه باید یادآور شویم که اولین جوان بوده که در سن 18 سالگی توانسته که کمربند سازمان UFC را به دست بیاره. حال از استاد وسیم کوبندی میشنویم که درباره جان جونز چقدر معلومات دارن. جان جونز یکی از بهترین فایترهای UFC می باشه و در سنگین وزن فایت میکنه. بله. و بهترین قهرمان هم است و مسابقه از این میبینیم ما. صد معلوم میشه خوب یک فایتر تکمیل هم است. بسیار زیاد بسیار یک فایتر از هر نگاه هم پهلوانیش خوب است هم بوکسش خوب است هم گرپلنگش خوب است هم که سنگش خوب است. بله. و از تمام نگاه تکمیل است. از خودت استاد زیادتر در میدان کدام حرکت استفاده میکنی؟ اسما شکر دست پایم هم خوب است و زیافتر جنگ زمین مرا زیاف خوشم میاد. گرام گیم یعنی؟ بله. چون پهلوان هستی زیادتر بله. مو گرام گیم خوشت میاد؟ بله. زیادتر حریفایت در کدام حرکت میدیست؟ اسما تمام حریفایم در زمین بوده و این مسابقه را میخوایم که بالا کار کنم. بله. چون حریف ما هم دست پای کار است و زیاف مردم تعریف شمه کنند که خیلی دست پای بالا داره تو داره تو داره و من میخوام مسابقه را امروز دست پای کار کنم. او استاد تو کدام وقت شده که کسی شما را چلنج داده باشه؟ یا شما کسی را چلنج داده؟ نه خیر ما تا حال کسی را چلنج هم ندادیم و خوشم هم نمیام این کارا کسی را چلنج بدم. بله. چون این روند برنامه از روند سازمان است سازمان ها بین خود چلنج دادن و ما هم حاضر هستیم به فایت. در کنار از اینکه با یه عریف جوره میشه بخیر در یا یک ماه قبل یا یک هفته بعد دیگه تقریبا اما قراردادش فکر کنم که امضا شده. بله. اگر خودت خواسته باشی و علاقمند باشی که به شکل دلخواه در وزن خودت با یکی از قهرمان ها مسابقه داشته باشی کدام قهرمان خواهد باشه؟ در افغانستان یا در خارج؟ نه در افغانستان هم بگین در خارج. تمام ورزشکار نور چشم ماست ما تمامشان را دوست داریم. فایت دوستانه دیگه البته که دوست ها از ما خفه نشن. فایت دوستانه را چی بگویم میره گفته نمیتونم تمام دوستای ماست دیگه. دیگه تو کس در افغانستان انتخاب نکردین؟ نه خیر نه اگر میکردم من تا حال چلنج میدادم شان چون گفتم این مسابقه را و بسیار امیاریفم کس بسیار فایت خوب میکنه و کمدی فایت میکنه. نام عریفتان چی است؟ نامشان بگیرم. آیا خودت راحت هستی؟ مشکل نیست که نامش هم میمونم نامش باز بخیر در برنامه که کمک دیگه هم نزدیک شه و مسابقاتون نزدیک شه باز ان شاء الله از طریق برنامه قهرمان و از طریق صفایش باز نشر میکنیم. بله.
و درباره بر مسابقاتتان با فایترهای خارجی علاقمند کدام فایتر هستین که با اون مسابقه داشته باشین؟ امرای مکگریگر. و الگویتان کیست؟ باس محمد مبارز در افغانستان. و در دنیا؟ در دنیا مکگریگر بسیار فایتر. مگر استاد واسی وزنش از خودت که پایانتر است؟ وزنش معلوم دار است و وزنش افتاد است. بله خوشم میاد یا بسیار فایت خوب میکنم. بله بسیار خوب است. با امید از اینکه بخیر با روزایتان برسید سلامت باشید و به این الگویتان برسید و از این قدم بیشتر و روز شب که بخیر شما را در بزرگترین سازمان های دنیا مثل ون اف سی، بلاتور، یو اف سی و سازمان های دیگر که فعلا هم ماشاءالله خودت که از بزرگترین سازمان های افغانستان هم فایت میکنی. خب میشه که پیام شما را داشته باشیم چون وقت کوتاه است، اگرنه دیگه سوالات هم زیادتر از قصه ها بیشتر. خب من یک گفتنی دارم. اول تشکری میکنم از استاد باز محمد مبارز، رئیس ورزشگاه رسمی افغانستان که واقعا به تمام جوانان افغانستان یک الگو بوده و رشد دهنده اصلی می در افغانستان بوده. و پیام من به تمام جوانان این است که بیان ورزش کنن و این وطن سر ما جوانان ایستاده هستند و یک گپ بسیار مهم کردیم، تعصب بپریزن. بزرگای ما هستن در تیر کردن هر رقمی شد جنجالا بین خودشان بود. من امروز در هر جایی که ببینیم اینمی پشتون است، تاجک است، فارسی زبان است، پنشیری، سی، سوس، به می دیگر وطن ما را زدن خراب کردن. بیان دست به دست هم بتن این وطن ما را بسازیم. این نسل نو همی جوان های فیلی هیچ کدامشان خوش به این نیستن که تعصب در وجودشان باشه و یا تو صدرای یکی دیگر از پیشرفتشون شد. همشون خوش هستند که پهلو در پهلو کار کنند تا بخیر یک افغانستان شکوفایی داشته باشیم. استاد وسیم، بزرگترین فروشگاه انتخاب شهر برای شما به توفیق مد نظر گرفته، بفرمایید. تشکر میکنم از بزرگترین فروشگاه انتخاب شهر. بله تشکر استاد وسیم از اینکه در برنامه حضور پیدا کردین. بینده عزیز از شما هم سپاسگزارم تا این دم بینده برنامه خودتان بودین و تشکری خواستم از بزرگترین فروشگاه افغانستان یعنی فروشگاه انتخاب شهر. انتخاب شهر واقعا برای مناظر شما زیبایی و قشنگی می آورد. و یک تشکری خواستم از جیمنازیوم مسکو، مکان صحت و سلامتی. تا دیدار بعد که دوباره در خدمت شما قرار می گیرم همه شما را به علای لایزار می سپارم.